بینندگان گرامی تلویزیون اندیشه، درود بر شما. من رضا گوهرزاد هستم و بخش دیگری از برنامه پویش را به شما پیشکش میکنم. در شرایطی که بسیاری از سازمانها و گروهها در تلاش هستند که با سازمانها و گروههای دیگر نزدیکتر بشن و اتحاد داشته باشن، یا اتحاد عمل یا اتحاد در برنامه‌های پروژه‌ای داشته باشن و هر گونه مسئله‌ای که میتواند در این زمینه باشد، هفته ده روز پیش، درست ده روز پیش، اعلامیه‌ای از سوی چهار عضو حزب مشروطه ایران منتشر شد که نشان دهنده کنارگیری مهرداد احسانی پور، دکتر بابک بهزادی، بهرام رحیمی و مهدی موبدی شد. این چهار عضو حزب مشروطه ایران در اعلامیه کوتاهی که نوشتن، خروج خودشون رو یا عضویت خودشون رو و کنارگیریشون رو از عضویت در حزب مشروطه ایران اعلام کردن و دلایلشون رو مطرح کردن. این نامه رو خطاب به شورای مرکزی حزب مشروطه، به اعضای حزب مشروطه و به رایزن حزب آقای دکتر اکمل نوشتن. برای اینکه در این زمینه بیشتر روشن بشه، در امروز در دو بخش برنامه، در این بخش نخست که می‌بینیم با یکی از کسانی که این اعلامیه رو امضا کرده و بیرون آمده گفتگو خواهیم کرد، و در ساعت 11:30 تا 12 در بخش دیگر با یکی از اعضای شورای مرکزی حزب مشروطه که جز از کسانی هست که در حزب مشروطه باقی است. به این ترتیب دو سوی مسئله رو خواهیم شنید. بی‌تردید یک علاقمند بودم که هر دو رو در استودیو در کنار هم داشتم و می توانستن با هم گفتگو بکنن، ولی به نظر می رسه که خب این تقسیم بندی هم می تواند چاره ساز باشد. امید ما این است که همه سازمان ها، همه احزاب بیشتر و بیشتر در مسیر نزدیک شدن و هم حرکت کنن و کمتر این فاصله ها بیفته و بیشتر بتونن از راه گفتگو ها اون حل کنن. ولی به هر حال تصمیم فردی است که در یک حزب است. اینو در احزاب غربی هم به راحتی میبینیم، در احزاب کشورهای سنتی هم خب مشاهده میشه و در احزاب غربی دلایل مختلف خودش رو پیدا میکنه. در همین آمریکا میبینیم که چگونه یک نماینده آمریکا، یک سناتور، از حزبش فاصله میگیره و اعلام میکنه که دیگه میخواد از اون رو بعد در مسیر همون اندیشه ها ولی به صورت مستقل عمل کنه. این حسن دموکراسی و حرکت دموکراتیک است. بر روی اسکایپ آقای مهدی موبدی رو، از کسانی که از حزب مشروطه کناره گیری کردن، بر روی اسکایپ داریم. من بهشون روز بخیر میگم در کانادا. آقای موبدی عزیز، روزتون بخیر. درود بر شما جناب گوهرزاد و همچنین درود به بینندگان. پیش از اینکه سخن رو آغاز کنید، من شنیدم که شما به سردبیری تلاش برگزیده شدین، درسته؟ بله همین. خب جای اون داره که به شما شاد باش بگم. به هر حال هر انتخابی، هر گزینشی جای شاد باش داره. به این ترتیب کار و نوشته های شما رو بیشتر بر تلاش و بر رواداری خواهیم دید. سپاسگزارم از شما. سایت تلاش من یک سایت تولید فکر و تمرکزش روی مصاحبه با دیگراندیشان روی مسائل اساسی ملت ما هست و من خوشبختم که این فرصت رو پیدا کردم و در خدمت کار سیاسی و تا اونجایی که میتونم در خدمت مردم ایران باشم. خب برویم سر کنارگیری شما و یارانتون و چند نفر دیگر از دوستان، آقای احسانی پور، آقای دکتر بابک بهزادی، آقای بهرام رحیمی از حزب مشروطه ایران. چه پیش زمینه موجب شد که شما این حرکت رو داشته باشین و این بیرون آمدن رو داشته باشین؟ من در مقدمه میبینم که خیلی مقدمتون هم، البته مقدمه این نامه کوتاهتون، بسیار تند و تیزه. تون بودن یه پروسه ای داره، البته بیشتر از یک سال و نیم بعد از درگذشت زندگی دکتر همایون آغاز شد و تون تیزی نبود. ریشه این قضیه برمیگرده به ماهیت و 18 سال پیش ترکیب کسایی که در این حد شرکت داشتم. من اینها رو نه از خودم بلکه بر اساس آنچه که خودم دیدم و همینطور در گزارشات و نظرات آقای همایون مستتر هست
بیان شده در گزارش دفتر پژوهش، این حزب از یک حزب سلطنت طلب با یک منشور لیبرال دموکرات به نوشته آقای دکتر همایون تشکیل شد. و جناب موبدی شما صدای شما بد میشنویم، یک ثانیه اجازه بدین که تا من صحبت میکنم دوستان ما شما رو از طریق تلفن بگیرن و صدای شما رو از طریق تلفن داشته باشیم و تصویرتون رو روی اسکایپ، برای اینکه صداتون قطع و وصل میشه. من از دوستان خواهش میکنم که شماره شما رو با تلفن بگیرن و شما تلفن ما رو با سخنتون رو با تلفن بگیم، برای اینکه کلماتتون بسیار دشوار بود شنیدنش. بینندگان گرامی، گفتگو میکنم با آقای موبدی، مهدی موبدی، یکی از امضا کنندگان بیانیه‌ای که کنارگیری 4 عضو حزب مشروطه ایران رو در انتقاد به عملکرد حزب و اونچه که در درون حزب به زعم ایشون و یارانشون میگذره مطرح کردن. برای اینکه یک جانبه به این مسئله نگاه نکرده باشیم، نخست بر این شدیم که نظر ایشون رو که یکی از امضا کنندگان اون هستن و امروز هم سردبیر بخش تلاش شدن بشنویم و سپس با یکی دیگر از اعضای حزب مشروطه ایران در بخش ساعت 11:30 گفتگو بکنیم. دوستان ما اگر آقای موبدی رو بر روی خط تلفن داریم به من اشاره بکنید که با ایشون سخن رو آغاز بکنم. خب جناب موبدی، ما اگر شما رو بر روی خط تلفن داریم به ما یک اشاره بدین، صداتون رو بشنویم. صدای من رو میشنوین؟ من نمیدونم از کجا قطع شد، ولی میتونیم به طور خلاصه بریم سر این که من پرسشم این بود که شما میفرمایید که این اونچه که مطرح میشده در این دو منشور و رفتاری که هست تمامیت ارضی رو زیر پرسش قرار میده. بعد اشاره کردیم به مسئله فدرالیسم و سمتگیری که در مورد مسئله فدرالیسم انجام شده. مسئله دو گونه به دو مورد اصلی برمیگرده. مسئله اینه که در بیرون شوراهایی در واقع شرف تشکیل هست که به عنوان شورای رهبری ایرانیان خودشون رو نامگذاری کنن و با در واقع رهبری های خودخوانده ویترینی رو در مقابل نیروهای کشورهای خارجی، محافلی که در رابطه با منطقه فعالیت‌هایی دارن قرار بدن و خودشون رو در واقع کاندیدایی بکنن برای تصمیم گیری برای ملت ایران، که ما در واقع یکی شورای ملی ایرانیان هست و در این شورا برای اینکه این ویترین تشکیل بشه پوانهای مختلفی از جانب ملت ایران به نیابت ملت ایران در مورد ملیت‌های ایران که این ترمی هستش که تجزیه طلبان و پشتیبانان اون سعی میکنن به وجود بیارن، یعنی به جای واژه قومیت از ملیت استفاده میکنن، منظورتون اینه؟ بله بله، چون ملیت به معنای ملت هست و اینها معتقدن که باید ایران 6 ملیت هست، 6 ملت هست که بعدش هم هر ملت هم یک کشور میخواد، یه دولت میخواد و بقیه قضایا. شاهزاده رضا پهلوی چند سالی است که در رابطه با همکاری ها این مسئله فدرالیسم رو به رأی بگذاریم رو در گفتگوهای مختلف خودشون سعی میکنن جا بندازن و دوم اینکه در مصاحبه های اخیر صحبت از تعلقات ملی ایران که در قانون اساسی جمهوری اسلامی زیر پا گذاشته شده میکنن. در قانون اساسی جمهوری اسلامی که یه قانون شترگاه پلنگ هست، همه چیز به همه جور تبعیض هست، اما ما چون یک ملت هستیم صحبتی در اونجا از ملیت های ایران نیست و تعلقات ملی هم اونجا جز یک ملت وجود نداره. در نتیجه این یک تلاشی هست برای اینکه بله ایران ملیت‌های مختلف است و حالا تا اونجایی که به ایشون برمیگرده مسئله مربوط به خودشونه و نیروهای ملی با این قضیه هر گونه خواستن برخورد میکنن. تا اونجایی که به حزب مشروطه برمیگرده 18 سال متاسفانه این حزب جزء نماد یگانگی ملی و تمامیت ارضی شخصی رو کاندید کرده، ولی کوچکترین برخوردی با این انحرافات شاهزاده
نکرده و این یک نمونه ای از عدم استقلال هست. تا زمانی که زنده یاد داروش همایون بود، خب به عنوان رایزن ایشون واقعا با این افکار آقای رضا پهلوی مبارزه میکرد، ولی این به این معنا نیست که رایزن یک حزب موضع یک حزب مشخص کنه. ولی بعد از ایشون هم حزب در واقع بدون این که اعلام کنه در داخلش پشتیبانی خودش از شورای ملی ایرانیان اعلام کرد و ما با این قضیه مرزبندی داریم، به اضافه این که اساساً با شورایی که رهبری خودخوانده باشن حزب هیچ وقت در قطعنامه های خودش هم همیشه موضع مخالف داشته. این دو مسئله باعث شد که ما بسیار در درون حزب تلاش کنیم که حزب رو به استقلال خودش برگردونیم و نذاریم بر اساس پشتیبانی از یک فرد و نوستالژیست که نسبت به ایشون وجود داره مسیر یک حزب آزاد رو در واقع در پیش نگیره. متاسفانه دوستان تصمیمشون رو گرفته بودن و ما ناچار شدیم، ما نمیتونستیم در یک کاروانی که یک طرفش میتونه محافل نوکان امریکایی باشه و برای ایران، برای ملت ایران ده بر تراشی کنن و به قول آقای رضا پهلوی مسیر لیبیایی و سوریه‌ای در پیش بگیرن و در زمانی که حزب دموکرات کردستان از کنگره امریکا، دولت مردان امریکا درخواست میکنه که حریم هوایی امن برای کردستان به وجود بیاره تا اونها بتونن در واقع اونجا اعلام استقلال کنن، چنین مسائلی ما با ورود نیروهای بیگانه، دخالت بیگانه در رابطه با ایران کاملا مخالف بودیم و این مسئله شورای رهبری خودخواندرم و امتیازهایی که به این تجزیه طلبان داده میشه رو که متاسفانه با برد سخن آقای رضا پهلوی تاثیرات بدی هم داره در اون مسیر میدونیم و متاسفانه دوستان حزبی ما حاضر نشدن موضع بگیرن و در اون مسیر دارن قدم میدارن و برای ما پیاده شدن از این کاروان لازم بود. خب من آقای موبدی، من همواره به افرادی مثل شما، حتی این رو با زنده یاد داروش همایون هم مطرح کردم، یه دوگانگی در پیوستن به این حزب مشروطه من در رابطه با مسئله شما و کسانی که انتقاد میکنن به این حرکت میبینم و این استش که اگر یک حزبی میآید و میگوید قرار است که پادشاهی بکند و نماد پادشاهی، حالا مفهوم نماد دیگه این استش که میخواهد که کسی رو جایگزین بکند، اون چه که مطرح میشه این هستش که خود به خود این رو پذیرفته و اینکه شما انتقادی داریم برای کسی که نماد حزبتون هست برای دستیابی به حکومت در آینده، یه مقدار جای پرسش میشه که یا این رو نمیشه پذیرفت یا پیش پذیرفت نمیشود به راه دیگر، مگر اینکه ایشون به عنوان رهبر یک حزب باشن و در درون این گفتگوها انجام بگه. یعنی اون چی که شما مطرح میکنیم به عنوان گفتگو در درون مطرح بشه و ایشون در واقع نماد معرفی این گفتگوها باشه. من این رو یک دوگانگی بینه، یعنی یک مثلث عجیب و غریب میبینم، در یک سوش یک نمادی هست که نظر خودش رو اعلام میکنه، در یک سوی دیگرش یک بخشی از حزب هست که با بخش دیگری از حزب تفاوت‌های اندیشه‌ای دارن که هیچ کدوم به اون مثلث وصل نمیشه. ببینید این دوگانگی اگر آقای رضا پهلوی یا به قول بعضی از دوستان پادشاه، این دوگانگی در وضعیت عمل کرده ایشون است. اگر ایشون تمامیت ارضی و یگانگی ملی رو در واقع خدشهی بهش وارد نمی کرد با این گفتگوها، با این مذاکرات و امتیازدهی ها به کردهای شمال امریکا در رابطه با عدم تمرکز تا حد بی نهایت و تعلقات ملی و از طرف دیگه این شوراها که هست، می شد این تناقض وجود نداشته باشه. به این معنا که یک پادشاه یا نماد ملی اگر تو سیاست دخالت کنه همینطور که کرده ایشون و نظر سیاسی میده، وقتی که ما از حزب میخواستیم که خب این نظر سیاسی رو نقد کنه، موضع بگیره، و
بعضی از دوستان ما میگفتن که نه ایشون پادشاه، این ایشون نظر پادشاه که در سیاست دخالت نمیکنه. اگر پادشاه هست پس چرا دخالت میکنه؟ اگر پادشاه نیست خب پس با نظرش باید برخورد کرد. این تناقض بر اساس عملکرد ایشون به وجود اومده و حساسیت ما به خصوص در این رابطه است که در شرایطی که ایران به سر میبره و منطقه موقعیت حساسی داره، واقعا هم مثلا موقعیت اقتصاد امریکا بسیار موقعیت بدی داره، چه بسا که اینها یه جنگ های داخلی طولانی رو برای در واقع رهایی از این اقتصاد موجود روزی بیاندیشن یا اندیشیدن. ما معتقد هستیم که جمهوری اسلامی رو باید با نیروهای درون ایران بدون دخالت خارجی و بدون امتیازدهی به در واقع قومیت‌های تجزیه طلب، یعنی اون نمایندگان خودخوانده که خودشونو نماینده ملیت‌های ایران میدونن، باید مردم ایران خودشون برکنار کنن. ولی داستان سر اینه که اون حزب مشروطه و عناصری دیگه اینها دید کاریزماتیک به قضیه دارن و شما اگر مشاهده کنید به محضی که راجب شکایت علیه خامنه ای شد، یک در واقع جوی ایجاد کردن که جو در واقع یه شخصیت کاریزماتیک ازشون بسازن که این با بنیان فکر ما، بنیان منشور حزب و اصلا سلام و مصلحت ایران که ایران بیشا هرگز، یا مثلا یک نفر رو ما بذاریم روی مثلا شونمون و دیگه تایید کنیم، این اصلا توهین به ملت ایران. ما به این بخش به پایانش میرسیم، اگر ممکن است در یک دقیقه سخن خودتون رو جمع بندی بکنیم. من به نظر من همکاری هایی که در بیرون کشور هست باید ادامه پیدا کنه در جهت پشتیبانی از مبارزات ملت ایران، نه با فراز اون، نه با موازی سازی با اون، نه با رهبر سازی، چون نیروهایی که بدون بنیه و پایگاه داخلی هستن هیچ راهی جز این نخواهند داشت که به کمک نیروی بیگانه بر فراز ایران در واقع پرواز کنن و به زمین بنشینن. از این رو همکاری در رابطه با مبارزات از پشتیبانی از مبارزات ملت ایران و بر علیه جمهوری اسلامی خواست ماست، اما شورا، دولت در تبعید و هر گونه چنین رهبری سازی هایی به ضرر ملت ایران هست و ما با فردگرایی و امتیازات موروثی که بخواد وارد رهبری سیاسی بشه و یا تعیین تکلیفی بکنه از نظر ملیت های ایران و تعلقات ملی مخالفن. سپاسگزارم از شما. در این بخش وقت ما به پایان میرسه. در بخش دیگر گفتگو دارم با آقای فهد پارشایی از حزب مشروطه ایران و نظر ایشون رو در مقابل نظر کسانی که از حزب کنارگیری کردن خواهیم شد. سپاسگزار آقای موبدی عزیز. درود بر شما. روزتون خوش.